نمایش ریکوردها به صورت همزمان در یک فرم به صورت پیش‌فرض هر زمان یک ریکورد بیشتر نمایش داده نمیشه. اگر اینجا ملاحظه کنید، فرم مشتریان کلیک راست میکنیم، در لی اوت ویو قرار میگیریم، مشاهده میکنید که فقط یک ریکورد نمایش داده شده. برای نمایش چند ریکورد به صورت همزمان میتونیم از چند روش استفاده کنیم. در حالت کلی دو نوع لی اوت در یک فرم برای نشان دادن ریکوردها وجود داره. در حالت اول به حالتی که ریکوردها به صورت مجزا نشون داده میشن استک لی اوت گفته میشه. اگر بخوایم ریکوردها رو به صورت تابیولر یا جدولی نشون بدیم، ابتدا تمام اشیا و کنترل های موجود در یک فرم رو انتخاب میکنیم. برای انتخاب کردن کد مشتری رو انتخاب میکنم، برای اینکه کد بعدی رو انتخاب کنم باید کلید شیفت از صفحه کلید رو اینجا پایین نگه دارم و به همین ترتیب تمام کنترل ها رو انتخاب کنم. شاید کار سختی باشه، بهتره که اینجا روی این کلیدی که علامت 4 تا فلش راست چپ بالا پایین داره اینجا کلیک چپ کنیم، بتونیم تمام اشیای موجود در فرم رو انتخاب کنیم. سپس روی فرم روی یکی از این قسمت‌ها اینجا کلیک راست می‌کنیم، یک شورتکات منیو برامون ظاهر میشه. با قرار دادن مکان نما روی لی اوت یک زیرمنو ظاهر میشه که اینجا میتونیم حالت تابیوله رو با کلیک چپ کردن انتخاب کنیم. اینجا اگر مشاهده کنین در حالت تابیولر به صورت جدولی من از این نوار پیمایش حرکت کنم، به صورت جدولی برای ما اومد نمایش داد ریکورد رو. روش دیگه‌ای که برای ایجاد یک فرم وجود داره اینه که از ابتدا فرم رو به صورت جدولی ایجاد کنیم. برای انجام این کار در نوار ریبون ها روی سربرگ کرییت کلیک چپ می‌کنیم، از گروه فرمز روی مثلث مشکی رنگ مور فرمز اینجا کلیک چپ می‌کنیم، حالت مالتیپل آیتم رو با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم. اگر مشاهده کنیم اینجا تونستیم یک فرم جدولی رو ایجاد کنیم. اگر بخوایم چندین ریکورد رو به صورت همزمان نمایش بدیم می‌باید ابتدا در نمای طراحی قرار بگیریم. من اینجا میام روی نمای روی این سربرگ فرم کلیک راست کردم، از این منوی میام بر روی دیزاین ویو کلیک چپ میکنم تا در نمای طراحی قرار بگیرم. در سربرگ دیزاین اینجا میتونیم فعالش کنیم. در سربرگ دیزاین در نمای طراحی اگه قرار بگیرم این سربرگ وابسته، در گروه تولز خاصیت پراپرتی شیت رو فعال میکنیم. اینجا اگر مشاهده کنین این سربرگ دیزاینه، گروه تولز، گروه تولز و اینم پراپرتی شیت. اینجا میایم روی پراپرتی شیت اینجا کلیک چپ میکنیم تا پنل پراپرتی شیت رو اینجا ببینیم. در سربرگ فرمت اینجا روی فرمت کلیک چپ میکنیم، در دیفالت ویو اینجا الان سینگل فرم وجود داره، من اینجا کلیک چپ میکنم یه لیست باز شو باز میشه و حالت کانتینیوس فرم رو با کلیک چپ کردن اینجا میام انتخاب میکنم. میتونید اینجا continuous form رو دقیقاً ببینین. بعد از اینکه انتخاب کردیم روی form کلیک راست میکنیم، با رفتن به نمای layout view و یا نمای form view تغییرات رو اینجا ایجاد کنیم. ببینیم record 2, 3, 4, 5 و 6 به نمای design برمیگردیم، design view. جدا کردن record ها به صورت یک خط در نمای design، همونطور که میبینید پنل پراپرتی شیت اینجا برای ما فعاله. ویژگی دیوایدینگ لاین رو اینجا در حالت یس قرار بدیم. دیوایدینگ لاین یعنی خطوط تقسیم کننده. و اگر به نمای فرم برگردیم مشاهده میکنید یه سری خطوطی این ریکورد ها رو از هم جدا کرده. ریکورد ها رو به صورت همزمان در یک جدول و به صورت مجزا در یک فرم نیز میتونیم مشاهده کنیم. برای انجام این کار مجدداً به نمای دیزاین ویو برمیگردیم. در نمای دیزاین ویو ویژگی دیفالت ویو رو، این ویژگی که در سربرگ فرمت دیفالت ویو اینجا وجود داره، در حالت اسپلیت فرم قرار میدیم. اگر به نمای فرم بریم اینجا روی سربرگ فرم مشتریان کلیک راست کنیم و به نمای فرم بریم، میبینیم که ریکوردها در بالا به صورت یک دیتا شیت نمایش داده شدن.
حالا اگر هر ریکورد رو اینجا بیایم انتخاب کنیم، در اون قسمت پایین کد مشتریان، اینجا من الان 4 رو انتخاب کردم، کد مشتری 4، اینجا 5 رو انتخاب میکنم و ببینیم میتونیم ریکوردهای مربوط به اون رو اینجا ببینیم. حتی از ابتدا میتونیم یک فرم رو به صورت اسپلیت بسازیم. برای انجام این کار از سربرگ کرییت اینجا کلیک چپ میکنیم، با رفتن به گروه فرم مور فرمز کلیک چپ میکنیم، حالت اسپلیت فرم رو با کلیک چپ کردن انتخاب میکنیم. اینجا اگر مشاهده کنین، این قسمت بالا ریکوردهای مربوط به مشتری نشون میده و اگر بیایم رو هر کدوم از اینها کلیک کنیم، اینجا روی 3 کلیک میکنیم ببینید کد مشتری 3 رو نشون میده، میایم روی 4 کد مشتری 4، 5 خانم سوسن رحیمی، 6 آقای شایان شریفی، میتونیم ریکوردهای مربوط به اونها رو مشاهده کنیم.